سلام دوستان، با نهمین جلسه آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس در خدمتتونیم. تو این جلسه میخوام وکتور رو بهتون بگم، ولی خب قبلش مثل همیشه بریم که مثال جلسه قبل بار. مثال جلسه قبل گفته بودم که n کاربر بگیریم، یعنی یه int n تعریف کنیم، سیم کنیم n، انت استرینگ کاربر بگیریم. بعد یه آرایه استرینگی تعریف کنیم، آرایه استرینگی آ مثلا 100 فرض کنیم، کاربر بیشتر از این عدد نمیده. یه فور میزنیم از انت آی مساوی آی کوچیک هم مساوی آی پلاس پلاس. خب سین میکنیم چی رو؟ آی آی رو، یعنی انتر سرینگ کاربر میگیریم. این بخاطر سرینگ این گلدش بزنم انتا میگیریم. بعدش یه دونه استرینگ دیگه باید کاربر بگیریم، یه استرینگ مثلا پی تعریف میکنم، سین میکنم ب. خب قرار بودش که بگردیم این انتایی که گرفتیم ببینیم ب توش وجود داره یا نه. خب میایم بگردیم، یه فور میزنیم از اینت آی مساوی یک این بالا، آی کوچیک‌تر مساوی n و i پلاس پلاس. خب میخوام بگردیم ببینیم که وجود داره یا نه. خب یه if میذاریم، آیا i مساوی b هست یا نه. خب اگه مساوی بود یعنی ما پیداش کردیم دیگه، پس یعنی وجود داره. پس سی‌اوت میکنیم، exist وجود داره. این همینجور نمیتونیم بگیم در غیر این صورت not exist، نمیتونیم بگیم چون اون یه دونه نبوده، شاید بعدیش باشه. خب این میادش اینجا، یه چیز رو بهتون بگم اینجا، حالا شاید با بولین بهتر آشنا شید، بولین ال. خب اینجا فرض کنید که خب بود که میگیم exist، فرض کنم فور بیاد بیرون. خب ما موقع که فور اومده بیرون ما نمیدونیم که این گفته اگزیست یا نگفته. خب پس باید یه ملاکی باشه که این گفته اگزیست یا نگفته، ما که نمیدونیم که اینجا برسه نمیدونیم. خب شاید بوده گفته، شاید هم نگفته. اگه گفته که ما هیچی نباید اینجا بگیم، میبینید اگه گفته ما اینجا هیچی نباید بگیم، اگه نگفته ما اینجا باید بگیم. خب حالا چیکار کنیم، از کجا بفهمیم؟ پس یه دوراهی میشه، یه ایفینا میشه، پس باید یه ملاکی داشته باشیم. ملاکمون رو بولین که تعریف کردیم، من بیام اینجا بولین رو میدم مساویه رو مقدار اولیش هم فالس میدم. خب نگاه کنید، موقعی که سی اوت شد اگزیست، من بیل رو کردم تو. خب حالا میام پایین میگیم که اگه بیل مساوی ترو بود یعنی که این اگزیست شده دیگه، ولی اگه مساوی فالس بود یعنی اون اگزیست نشده. قبول دارید؟ اینجاست که میفهمیم چون اینو ترو کردیم. اگه این اصلا مساوی اگزیست نباشه وارد این ایف نمیشه که این بخواد ترو شه، اصلا اون فالس میمونه، پس اینجا وارد این ایف میشه. خب اینجا بگیم سی اوت کن not exist، اجرا. خب این برنامه رو اجرا کنم ببینیم چجوری شد. مثلا سه تا اسم میدیم، علی چی دادم؟ حامد و مصطفی. مثلا یه دونه عدد میدیم، یه دونه هم مثلا اسم میدیم خودمون، علی با دوتا ای، یعنی این نیستش هنم، باید به اون بده not exist. نه اگزیست دید، باز علی هم بهید که اگزیست رو میده دیگه. حالا میتونیم دوباره اجرا کنیم،
مثلا سه تا همون علی، حسن، خارسان. مثلا میتونیم همون خارسا رو بدیم، این بیت که میزنه اگزیست. خب اینا برنامه درست کن. خب حالا این جلسه من میخوام وکتور رو بگم. نکنید ما موقعی که استرینگ تعریف میکنیم تو از صد دیگه فراتر نمیتونی بری، و حواستون باشه نمیتونید بیاد این کار کنید. مثلا مثلا بیاد بگید که اینو بذاریم اینجا، بعد بیاد بگید که خب به اندازه این تعریف کن دیگه. این کار نمیتونی بکنید، خیلی حواستون باشه این کار اشتباه هست. خب این کار نمیتونی انجام بدید، این خودش خدا گرفته، این کار نمیتونی انجام بدید. آرایه های چیز ثابت هنگه، یعنی تو صد تا تعریف میکنی با صد تا باشه، این یه چیز متغیره، نمیتونید وارد یه چیز ثابتش بشه ثابت بکنید. خب برای همین با آرایه نمیتونید نگاه کنید، ولی وکتور با وکتور میتونید نگاه کنید. وکتور اصلا مهم نیست چند تا، شما میتونید این تا این بگیرید اصلا ندونید چند تاست. یعنی همین مثال رو میتونید ما انجام بدیم به صورتی که این هر چی میخواد باشه، هر چی. خب اینو با وکتور استفاده میکنید. خب حالا بیام وکتور رو توضیح بدم. واسه تعریف وکتور اولا که می نویسیم وکتور اینت، وکتور از جنس اینت، اسمش هم باشه آ. این که می بینید خطا می گیره به خاطر اینکه وکتور نمیشناسه، باید ما اینجا اینکلودش بزنیم. اینی کم کم اینکلود ها داره دستتون میاد چجوریه وکتور. این الان میکش وکتور از جنس اینت آ. خب این چیه؟ مثل یه آرایه میمونه ولی الان هیچ عضوی نداره. یعنی آرایه‌تون رو تعریف می‌کردیم 10 تا عضو داشته باشه، 10 تا بوسره، الان هیچ بوسره هم نیست، الان آ هیچه، هیچ. خب حالا به خاطر اینکه یه دونه عضو بهش اضافه کنیم چیکار کنیم؟ میام بنویسیم آ تات آب شکرش خوش شد. میام یه عدد 10 به عدد اضافه کردیم. خب انگار یه آرایه متغیر داره، میبینید وکتور انگار یه آرایه‌ای که قشنگ میتونیم تغییرش بدیم، اضافه کنیم، کم کنیم، هر کاری می‌خوایم بکنیم. خب سایزش هم دست خودمون، سایزش دیگه محدود نیست مثل آرایه. خب الان آرایه ما یه دونه الان وکتور ما یه دونه عضو داره، انگار یه آرایه یه دونه ایه. خب ولی باز ما اینو میتونیم تغییر بدیم. مثلا الان سی اوت کنم آی صفر به هم ده نشون میده، ولی حواستون باشه آی یک نداریم، طولش در حال حاضر چنده؟ یکه، پس آی یک نداریم. میکنید ده. حالا باز شما میتونید اضافه کنید، الان مثلا شما بزنید آداد پوشبک مثلا 15، الان شد دوتا، الان سایزش شد دو. خب پس از صفر تا یک داریم، حواستون باشه دو نداریم، این آرایه. ولی خب فرقش با آرایه اینه که این میتونه سایزش تغییر کنه، ولی آرایه چه ثابته. میبینید 15. خب حالا یه چند تا تابه داریم اینجا، من به شما بگم. مثلا میخوام بگیم که خب سایزش چنده، میزنیم آداد سایز، سایز رو به ما میده، حالا میگه که سایزش دوه، دوه. میبینید سایزش هم دوه. خب و اینو میتونیم تغییر بدیم، میبینید. خب این پوشبک و این چیزا. مثلا یه چیز دیگه داره، مثلا بهش بگیم آداد امتی. آداد امتی چی کار میکنه؟ میخواییم بهش بگیم که آقا اصلا این وکتوری که تعریف کردیم خالیه یا نه، الان خالی نیست دیگه، بس باید بده فالس، یه بولین میده بس فالس، فالس همون صفر. مثلا اگه شما این دو تا رو اضافه نمی کردید، یعنی وکتورتون سایز نداشت، سایز صفر بود، میداد بهتون ترو، یعنی یک. میگونید یک، یعنی که آره آقا این وکتور هم خالیه الان. خب اینو مثلا بهتون میداد اینجوری. یا که مثلا همون دو تا اضافه شن، این دو تا رو اضافه کردید. خب حالا بخوام چیکار کنیم؟
مثلا بیایم بگیم که یه تابع دیگه از آدات فرونت به خودش آورد. آدات فرونت چیه؟ بذار یکی دیگه هم اینجا اضافه کنم. آدات پوشبک مثلا 12. الان یعنی چی؟ یعنی آی صفرمون 10، آی یکمون 15، آی دومون 12. خب سایزمون 3 الان. یعنی خب آدات فرونت، خب آدات فرونت یعنی چی؟ یعنی که اولی خونش، اولی خونه چیه؟ آ صفر دیگه 10. آدات فرونت پس میشه 10. خب الان بذار سیاوت کنم، آدات فرونت میشه 10. خب این یعنی اولی شو بده فرست، حالا آخری شو بده لاست میشه بک، آدات بک. اینا چیزایی که تو بکته آدات بک آخریش 12 میبینید، 12. خب آدات بک این حالا تابعی بودش که اینطوری میتونستیم بگیم. و اینکه حالا یه سری چیزای دیگه داره، مثلا بذارید چند تا از این پوش بک ها من اضافه کنم. بذارید حالا قبل از که اضافه کنم بذارید یه کار دیگه بکنم. ما اینکه آ رو اومدیم تعریف کردیم، تعریف کردیم و گفتیم که خودش خالیه، میتونیم میتونه خالی نباشه، یعنی میتونیم آ رو بیام تعریف کنیم اینجوری بر این آرایه بود صفر تا 9 بود. خب ولی مقدار دیگه هم نشده است، مقدار دیگه باید بکنیم با فور باید مقدار دیگه کنیم. خب ولی فرقش با آرایه اینه که بازم میگم فرقش اینه که آرای ثابته ولی نمیتونی تغییر بدی، فرقش اینه. فور بزن از این آرای مساوی صفر، آرای کوچیکتر مساوی کوچیکتر مساوی نه کوچیکتر از ده آرای پلاس پلاس. بیا بگو که مثلا آرای آی رو بکن مثلا آی، مثلا این همون طبیعی آرایه. اینو یا میتونید اینجوری بنویسید از آی آی استفاده کنید، یا میتونید بنویسید آ دات ات، آ دات ات، آ دات ات آی اینجوری. جفتشون یکیه، آ دات ات مساویه آی. این دوتا دستور که نوشتم جفتش یکیه. خب حالا این نمیدونم چرا گیر داد، اون گیری که میداد به خاطر اینه، به خاطر اینکه این با پرانتز باشه at i، این با پرانتز باشه. خب این دو تا دستور اینه همون. خب حالا فرق نکنه، من اینو پاک میکنم چون آره عادتش اینجوری بنویسه اونجوری بنویسه. خب اینجوری من بهش مقدار دهی میکنیم. الان پس i صفر صفر، i یک یک. خب بعد میتونیم بیان بگیم که بیا یه بخشش رو برامون پاک کن، مثلا بیا بگیم آ دات ایریز. آ دات ایریز چیکار میکنه؟ دو مدل داریم آ دات ایریز. یکیش که میگیم آ دات بگین، خب آ دات بگین به علاوه 7. اون که بگیم به علاوه 7 یعنی چی؟ یعنی هشتمی خونهشو میاد پاک میکنه. میکنید الان مثلا بذارید من کل آرایه رو براتون نمایش بدم قشن متوجه بشید هم که میگرد آی کوچیکتر مساوی مطابی نه ده. حالا باید بگیم دیگه ده که باید بگیم، باید بگیم عدد سایز، عدد سایز. و اینجوری باید بگیم قشن تره. این هم از صرف های شروع بشه و اینکه آی پلاس پلاس میگیم بیا سیاوت کن آی آی رو اندر بزن. خب اینجا مثلا ببینید نکنید هشتمی خونه رو حذف کرد، نکنید صفر یک دو سه چهار پنج شیش، هشتمی خونه 7 بود، هشتمی خونه 7 بود چون این از صفر شروع شده بودن. خب یعنی نکنید این اولشه، این دوم میشه، این سوم میشه، این چهارم میشه، این پنجم میشه، این ششم میشه، این هفتم میشه، هشتم خونه 7 بود. خب بر همین حذف شد، پس میاد هشتم خونه رو حذف میکنه. موقع میگی آی به علاوه 7، اگه بگید آی به علاوه 0، آی به علاوه 0 همونه دیگه، همینه. خب
اولی خونه رو براتون حذف میکنم، یعنی آی به علاوه ان، ان به علاوه کیو حذف میکنم. خب این یه مدل آدات ایریز. یه مدل دیگه هم آدات ایریز داریم، این که بگیم آدات بیگین، آدات بیگین، بعد بگیم که به علاوه مثلا سه. این چیکار میکنه؟ این بذاری بدون توضیح بدم چیکار میکنه. خب این میاد میگه که آقا از عادت بگین شروع کن، سه تا عنصر رو حذف کن. این سه عنصر اول رو حذف میکنه، نگاه کنید صفر و یک و دو رو حذف میکنه. صفر و یک و دو حذف شد، سه چهار پنج فرق شد. خب حالا فرض کن شما بیاد بگید که آیه به علاوه یک، آیه به علاوه سه، خب آیه به علاوه یک. این میاد عنصر اول رو حذف میکنه. عنصر اول حواستون باشه ما عنصرمون از صفر شروع میشه، موقعی این صفر بود عنصر صفر رو ما حذف میکرد، عنصر صفر رو حذف میکرد تا سر عنصر سه، تا سر عنصر سه، یعنی صفر یک دو. خب حالا که شما میگید یک، عنصر یک رو حذف میکنه تا سر عنصر سه، یعنی یک و دو رو حذف میکنه. نگاه کنید یک و دو رو حذف کرد، یک و دو رو حذف کرد، از یک شروع میکنه تا سر سه تموم میکنه، خود سه نه تا سرش. خب یک دو حذفش کرد به این راحت. خب این عادت ایریز هم اینجوری کار میکنه و یه سری تابعی که اینجوری داره دیگه. مثلا اینا مهمتریناشون بود، من بهتون گفتم که ذره باش آشنا بشید. اینا هم مهمترین چیزایی بودش که تو بخش وکتور ها میشد گفت. حالا مثلا یه چیز دیگه هم هستش اینجا، مثلا یه دونه شما آ تعریف کردی و مثل پوش بک بود، یه دونه اضافه کرد به آخرش، یه دونه اضافه کرد پوش بک. خب میگیم آ تعریف میکنیم، میگیم آ دات پوش بک. خب پوش بک مثلا خب چیزی که گفتیم این آ دات پوش بک بود. یه چیز دیگه داریم، مثلا این چهار تا بیم اضافه کنیم، مثلا چهارده و مثلا یازده و مثلا دوازده. خب الان هستش آ صفر از ده، آ یک از دوازده، آ دو از یازده، آ سه از چهارده. ما اگه بیایم پوش کنیم یه دونه اضافه میکنه دیگه، یه دونه اضافه میکنه. اگه بیایم آ دات پاپ اپ کنیم، پاپ بک ببخشید، پاپ بک کنیم، پاپ بک میاد چیکار میکنه؟ یه دونه کم میکنه، یعنی که اینو الان حذف کرد، از آخری یه دونه کم میکنه. مثلا شما یه فور بزنید اینجا آی مساوی صفر، آی کوچیکتر مساوی نه ببخشید عدد سایز، بعدش هم که آی پلاس پلاس. یه شما این کار بکنی بگی سی اوت کن آی آی رو، خب میبینی که آخری حذف شده، ده و دوازده و یازده رو بده نشون بده آخری رو حذف کرد. خب اینم از وکتور. این جلسه‌مون هم تموم شد و اینکه ما وکتور هم گفتیم. و یه نکته دیگه بهتون بگم که بازم تاکید میکنم، مثلا حفظ نمیخواد بکنید. گاهی وقتی اینقدر کار میکنید یه سری هاش دیگه خود به خود حفظ میشه آدم. مثلا تو استرینگ بهتون گفتم آدات لنت، خب آدم خود به خود حفظ میشه، ولی خب کلا نمیخواد این تابلو که گفتم حفظ کنید. فقط خواستم بگم که بدون چه چیزایی هست هر موقع خواستید سرچ کنید. خب حالا وقتش که تمرین واسه جلسه بعد بهتون بگم. تمرین جلسه بعدمون مثل همون تمرین قبلیه، همونی که بهتون گفتم که انتا استرینگ کاربر بگیرید، بعدش یه استرینگ دیگه بگیرید ببینید که تو اون انتا استرینگ هست یا نه. این همونه، منتاینه با وکتور انجام بدید، با وکتور انجام بدید. خوبی وکتور هم اینه که دیگه حدی نیستش دیگه، مثلا این تو نیستش که شما آرایه تعریف کنید 100 تا. اینم گفتم نکتهشو دیگه، اینجوری مثلا 1000 تا هم باشه مشکلی نداره. خب راحت نو وکتور انجام بدید که با وکتور هم کار کرده باشید. من جلسه بعد دوباره انجامش میدم. خب تا جلسه بعد، خدا نگهدار.